سلام دوستان فرهاد هستم و با یکی دیگه از برنامه آموزشی در خدمتون هستم امروز ده تا نکته میگم که اگه بالانس رو بلدید یا میخوای یاد بگیرید چطور سریعتر یاد بگیرید و اگه بالانس بلدید چطور ارتقا بدید بالانستون رو که هم زیباتر بشه هم بیشتر بتونید روی دست بمونید بدون وقفه لتس گو قبل از انجام هر حرکت ورزشی یادتون نره بدن رو به خوبی گرم کنید چون ما میخوایم الان بالانس رو یاد بگیریم دستا شونه ها رو به خوبی گرم کنید که آسیب دیدگی نداشته باشیم مرسی توی ویدیو قبلی یاد دادم که چطور شروع کنیم از صفر شروع کنیم بالانس رو یاد بگیریم تا بتونیم روی دستامون وایسیم توی این ویدیو قراره که 10 تا نکته بگم که چطوری بتونیم روی دستمون بیشتر وایسیم و همچنین زیباتر باشه اولین نکته این هستش که همونطور که تو ویدیو قبلی گفتم یه بار دیگه توضیح میدم سری که جا بیفته اینه که دستا به عرض شونه باز باشه خیلی باز نباشه یا مثلا خیلی جمع نباشه به عرض شونه میتونید از بغل پاتون دستتون رو بیارید بالا اونقدر باید دستتون باز باشه این چیزی نیست که حتما باید باشه بعدا میتونید شما دست باز بالانس برید یا حتی دست شم هیچ کس رو نگرفته ولی برای یادگیری راحتتر این هستش که از عرض شونه استفاده کنید به همون اندازه دست هم باز باشه و همچنین دست ها موازی باشه با همدیگه دیگه یعنی اینجوری نباشه یا مثلا این حالت نباشه بلکه دست ها موازی از همدیگه باشه انگشت دست این حالت نباشه حتما باز باشه و زیر انگشت خالی باشه چرا چون با اگر پاهاتون از سمت جلو بیفته میتونید انگشتاتون رو صفر کنید و پاهاتون دوباره برمیگرده سر جاش و اگه از سمتی داشتید میافتادید که بالانس میزنید یعنی دوباره رو پاتون میخواستید فرود بیاید کف دست رو صفر میکنیم و انگشتای دست رو یکم شل میکنیم و این باعث میشه که دوباره تعادلمون حفظ شه یعنی هر دفعه همونطور که روی پاتون شما الان ایستادید یه لحظه اگه روی پاتون ایستاده باشید و یه لحظه بهش فکر کنید میبینید که اگر شما یه ذره خودتون رو به سمت جلو بیارید انگشتای پاتون رو سفت میکنید باعث میشه که از به سمت جلو نیفتید و اگر بخواد برید به سمت عقب یه جوری یه حالتی وسط پا رو یه جوری سفت میکنید این باعث میشه که از پشت نیفتید همون کار رو دقیقاً توی بالانس دادن توی دستمون انجام میدیم نکته دوم شونه هامون هستش همونطور که توی فیلم مشاهده میکنید باید شونه ها همیشه کشیده باشه یعنی انگار از بدن داره جدا میشه همونجوری فقط دست صاف به سمت بالا باشه کافی نیست بلکه باید کاملا کشیده باشه یعنی باید آگاهانه شونه هاتون رو یه ذره بکشید به سمت بیرون که باعث بشه یه ذره سفتر روی بالانس فایسید یعنی مثل میمونه پیچ و مهرا توی یه دونه مثلا ماشین شلوول نیست همش سفته و شما هر چقدر خب سفتر با حالا بمونید باعث میشه که کمتر تکون بخورید و همین کمتر تکون خوردن یعنی اینکه بیشتر میتونید روی بالانس بمونید نکته سوم این هستش که سر حتما به سمت بالا باشه چرا که اگه سر بالا باشه یه حالتی میتونید کنترلتون رو بیشتر حفظ کنید چون یه حالتی عمودی دارید به زمین نگاه میکنید ولی اگه سر پایین بین تو تا دستا باشه چون پشت رو دارید نگاه میکنید حس میکنید که از پشت بیشتر میافتید این برای شروع بهتر هستش که حتماً سر بالا باشه و یه نکته مهم توی قسمت نکته سوم که سر هستش بگم اینه که حتما نفس بکشید من دیدم بعضی میرن بالا به خصوص اولش که میخوان یاد بگیرن سی ثانیه مثلا دم دیوار میزنن میان پایین صورت کلند بنف شده چون حتی یک هم نفس نمیکشن حتما یادتون باشه وقتی میرید بالا توی بالانس حتما نفس بکشید همون ثانیه اول باید نفس بکشید این نیست که بگید مثلا ده ثانیه وامیستم اگه بعد ده ثانیه شد شروع کنم به نفس میریم سر نکته چهارم نکته چهارم این هستش که کمرتون باید حتی امکان صاف باشه یا حالت قوس نداشته باشه این برمیگرده به اینکه چقدر شونه هاتون انعطاف پذیره و برای انعطاف شونه یه تمرین هست که میتونیم یه چیزی مثلا بگیریم دستمون و شونه رو بچرخونیم دوباره برگردونیم میتونه مثلا یه کمربند رزمی باشه یا مثلا یه کش میگیریم دستمون و هر دفعه مثلا دست رو نزدیکتر میکنیم که انعطاف شونه بیشتر باشه این حرکت حرکت خوبی هستش که میتونه کمک کنه انعطاف شونهمون بهتر باشه چون انعطاف شونه که بهتر باشه باعث میشه کمرمون توی بالانس صافتر باشه و اینکه باید حس کنید که یه پاها رو انگار مثلا لگن رو بیشتر میکشید به سمت داخل نه اینکه فقط شیکم رو سفت کنید بلکه ماهیچای لگن رو به سمت داخل بکشید چون مایچه های داخلی داره اونجا دیگه که بالاتنه وصل شده به پایین تنه اونو باید یه حالتی منقبض کنید که کمر صافتر بشه نکته پنجم این هستش یه باسن در حرکت بالانس باید صفر باشه خیلی ها میرن بالا و حواسشون نیست که مثلا مایچه باسن رو صفر کنن و اون انقباض داخلش نباشه باعث میشه که یه حالت اینجوری چند تا قوس توی بدنتون شکلش ایجاد بشه و اینکه همونطور تو که توی نکته های قبلی گفتم پیچ و مهره ها اگه صفر باشن همشون شما کمتر تکون میخورید در از کمتر نیاز دارید که خودتون رو همش تعادلتون حفظ کنید که یه ای موقع این بر اونور نیفتید در مایچ مایچای باسن رو هم حتما صفر کنید نکته شیشم این هستش که پنجه های پا هم باید توی بالانس کشیده باشه اگه مثلا پنجه پاتون به حالت مثلا 90 درجه است با پاتون این اشتباه هستش پنجه پا باید کاملا تو یه خط قرار بگیره با کل اون بدنتون تو یه خط قرار بگیره یعنی از دست ها میاد بالا شونه تو همون خطه کمر تو همون خطه بعد باسن هستش پاها و آخر میره پنجه پا هم اینجوری نباشه مثلا اون پا این پامه این پنجه پامه این حالت باشه نکته هفتم این هستش که باید تمرین مختلف انجام بدید فقط یه بالانس زدن همونجا بمونید شاید هم خسته کننده باشه همین که مایش های مختلفی تو بدن وجود داره و هر کدوم از این مایش ها یه کاری میکنن و ماهیچه چیزی هستش که شما نمیتونید فقط روش فکر کنید چرا چون اون لحظه باید ماهیچه خودش عکس عمل نشون بده یعنی شما نمیتونید بگید الان مغز من میفرسته توی سیستمای عصبیم اون ماهیچه صفر میشه ولی اگه مثلا شما یه چیزی بیاد به سمتتون ناخداگاه چشتون رو میبندید درسته؟ چرا به خاطر که این ماهیچه ها اونجا برنامه ریزی شده انگار براشون هر وقت یه چیزی اومد سمتت ببند چشه تو این هم همون جوری هستش یعنی باید شما انقدر تمرین بکنید که مایش ها ناخداگاه بیفته درش یعنی سیو بشه یه جوری تمرینی که میخواید انجام بدید و تمرین های مختلف باعث میشه که تمرین های دیگه هم براتون بهتر معلوم بشه یعنی مثلا شما بفهمید کجا اشکال دارید و اینکه و اینکه مثلا بدونید که هر دفعه چجوری بهتر میشه کارتون مثلا میتونید روی دست راه برید میتونید روی دست مثلا تو حالت بالانس اگه کنار دیوار هستید شنا برید یا کارهای دیگه بکنید روی سطوح مختلف برید مثلا حالت پارالل داشته باشه بگیرید رو اون بالانس بزنید قطعا همه اینا رو پایین انجام بدید که آسیب نبینیم و سطوح مختلف دیگه حالا یه فیلم میذارم که من روی دونه از این نیم چی میگم بهش نمیدونم فارسی چی میشه تو پاک نصفه هستن یه طرفشون برای اینه که روش بیس دید که پاهاتون مثلا یه حالتی عکس عملش بهتر باشه رو من بالانس زدم خب این چلنج هستش دیگه همین باعث میشه که من هم تمینم خسته کننده نباشه همین که چیزای جدید یاد بگیرم نکته بعدی این هستش که تمرین کنید که دستاتون رو قوی کنید شونه ها رو قوی کنید ازولات پشت به خصوص قوی باشه چرا به خاطر اینکه ازولات قوی تر باعث میشه که شما راحتتر خودتون رو بتونید وزن بدنتون کنترل کنید دیگه و همین هم باعث میشه که فشار کمتری بیادی روی مایچه ها چرا به خاطر اینکه مثلا اگه شما چیزی واسهتون بگم انقدر مایچه ضعیف باشه که شما با راه رفتن خسته بشید نمیتونید بدوید ولی اگه خوب بدوید که مایچه هستند دیگه خسته نشه خب راه رفتن هم براتون ساده میشه دیگه حالا این یه مثال علکی بود ولی امیدوارم که متوجه بشید منظورم چی هستش نکته نهم که نکته خیلی مهم هستش این هستش که از تجهیزات به اندازه کافی استفاده کنید از دوشک از چیزهایی که تمرین رو سیفتر میکنه تمرین رو مطمئنتر میکنه استفاده کنید چرا به خاطر اینکه اگه ما آسیب ببینیم دیگه نمیتونیم تمرین کنیم در همیشه نگاه کنید قبل از اینکه یه جایی مثلا شما فرض کنید میخواید یه باشگاه جدید بالانس بزنید نگاه کنید ببینید چه خطراتی اونجا اگه همون جایی که شما بالانس میزنید چه خطراتی ممکنه براتون به وجود بیاد و اون خطرات و اون ریسک ها رو به صفر برسونید چرا به خاطر اینکه تا موقعی که یاد نگرفتید و حرفه‌ای نشدید خب نمیتونید برید یه جای جدید و همینجوری یه بالانس بذارید مثلا یه هو یکی بیاد رد شه شما بیفتی رو وزنهای دیگه خب این درست نیست دیگه در باید همیشه فاصلتون با دیوار مطمئن باشه و از دوشک استفاده کنید دست خوب به خوبی گرم کنید و و و دهمین ده نکته که مهمترین نکته هستش این هستش که باید تمرین کنید هیچ میونبوری وجود نداره که بگید من الان یه قرص میندازم بالا فردا بالانس یاد میگیرم قرص بعدی رو میندازم بالا وارو یاد میگیرم همه اینایی که میبینید این حرکات رو میزنن به سادگی شاید انجام بدن بدون اینکه حتی شما حس کنید داره اتفاقی براشون میفته اونا هم سختی کشیدن تا به اونجا رسیدن و شما باید توجه داشته باشید که هیچ استادی استاد زایده نشده همه تمرین کردن تا به اونجا رسیدن هیچ اشکالی هم نداره که شما مثلا شروع کردید مثلا دارید بالانس رو یاد میگیرید یه بچه که مثلا نصف شما سن داره میاد بهتر از شما بالانس میزنه هیچ ایرادی نداره اون از یه جایی شروع کرده شما از اینجا شروع میکنید اصلا مهم نیستش شما باید خودتون رو با خودتون مقایسه کنید و اینکه من از دیروزم باید بهتر باشم من باید تمرین کنم که کاری که دیروز انجام میدادم و امروز بهتر انجام بدم نه اینکه مثلا ببینم فلانی داره چه کاری انجام میده منم حتما همون کار رو انجام بدم یا مثلا خودم رو به خطر بندازم تا برسم به اون جایی که اون هستش اصلا اینطوری نیستش با خودتون مسابقه بدید خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو در کنار من بودید لطفا ویدیو رو لایک کنید توی قسمت کامنت ها نظرات پیشنهادات و سوالاتتون رو بنویسید و بگید که کدوم مرحله رو مثلا شما بهش توجه کردید و تونستید اون رو توی بالانستون بهتر کنید بهتون کمک شده یا اینکه کدوم مرحله براتون ساده بود و شما بدون اینکه بدونید درست انجامش میدادید امیدوارم که توی برنامه های بعدی ببینم لطفا کانال رو سابسکرایب کنید تا برنامه بعدی خداحافظ